অত অহাগt به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی ما عبدالله رضایی استاد مضمون ریاضی شما شاگردای عزیز خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با هم میخوانیم سعیست و فصل دوم هستیم فصل دوم محاسبات مالی جلسه چندم جلسه پنجم از فصل دوم هستیم ما و شما امروز در درس امروز چه عناوینی رو باید بخونیم اول از همه چی رو میخونیم تخفیف یا دیسکاونت میخونیم صحیح است که تخفیف چی است و چه رقم محاسبه میکنیم و بعد از چی ربح ساده و ربح مرکب میخونیم که چی است با نان مثال شما یک پیسه داری مقدار سرمایه داری صحیح است در بانک میمانی و برات مفاد میده که همین مفاد ما شما چه رقم حساب کنیم امیر رو بهش میگن ربح ربح ساده یا مرکب صحیح است طریقه و فرمولش باید بگیم چه رقم دریافت اول از همه تخفیف میخونیم. اما قبلی که بریم سر تخته و درس خود شروع کنیم شما باید کارخانگی درس قبل به ما روان میکدید از چه طریق؟ از طریق واتساب نمبر 20964 780 255 40 13 درست است؟ و اگر کدام مشکلی در حل کارخانگی دارید یا کدام سوالی دارید کدام پیشنهادی دارید یا انتقاد دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق همین واتساب که همین نمبر که به شما خواندم درست است خب شاگردای عزیز, عزیز و گرامی پس بریم سر تخته و او... درس خودش شروع کنیم شاگردای عزیز و گرامی پس عنوان اول ما شما چی بود؟ تخفیف یا دیسکاونت سیست؟ دیسکاونت یا تخفیف چی هست؟ به عنوان مثال ما و شما در خانه در خانه ششتیم بویلر ما و شما خراب میشه صحیح است بویلر میریم یک بویلر نو بخریم میریم در دکان بویلر فروشی میگیم بویلر چند است به مثال میگه چند 8000 افغانی صحیح میگه 8000 افغانی همین بویلر است خب بعد میگیم که آمریکای مرات مراد کو دیگه نه به ما کمی مراد کو و او دکاندار چی میکنه کمی مراد میکنه اما مراد چی میشه تخفیف است دیگه بگیم کمی به ما تخفیف بده یا مراد کو سیست پس تخفیف عموم مقدار پولی مقدار پیسه ای که از قیمت اصلی کم میکنه به ما و شما مراد میکنه عموم را میگیم تخفیف با عنوان مثال ما میرویم بویلر بخریم نوشته کده در بویلر که 8 فیصد چه تخفیف دارد سیس اش فیصد تخفیف دارد خود چه ما با تایسه بدیم قیمتش هم ۸ تزار است سیس اش از افغانی گفته و اش هم تخفیف با ما و شما میتن پس ما بتانیم تخفیف باید حساب کنیم پس همین سال معل میکنیم برید پس یک تا بویلر می ما و شما می بخریم قیمت شند است 8000 افغانی به عنوان مثال سیست و چی است و 8% هم تخفیف دارد چقدر پیس ها باید بتین شما؟ پس ما اول چی میکنیم؟ میرم تخفیف 8 فیصد ها حساب میکنم و بعد او را از قیمت اصلی کم میکنیم و پیسه ای که ما و شما باید بتیم به دکاندار سیست پس تخفیف یا دیسکاونت گفتم دیگه نه؟ تخفیف یا دیسکاونت خب مثال بنوان مثال بویلر که با شما میخوایم بخریم چند است؟ بویلر گفته 8000 افغانی است 8000 افغانی چقدر تخفیف دارد؟ معمولا تخفیف شاگرده از دقت کنید معمولا تخفیف بر اساس چی؟ فیصد به ما میگه 8 فیصد تخفیف دارد 8 فیصد فیصد اگه آتون داشت گفتیم سمبولش به این شکل نشان میتونیم دیگه نه؟ 8 فیصد گفته اش فیصد تخفیف دارد حالا چه خما شما پنج سفر کنیم سیس پس میریم دریافت میکنیم اول من 8 درصد 8000 حساب میکنم و از قیمت 8000 کم میکنم پیشی که ما شما باید بتیم. سیس پس ما 8 فیصد چه رقم دریافت میکنم یک تا چی میشه یک تا تناسب مستقیم میشه 8 باید در فیصد یاد دارین دریافت ما شما بود دیگه نه؟ پس به شک نوشتم چی چند فیصد اش... فیصد سایز اش فیصد به شک نوشته میکنیم 8 فیصد دیگه 8 برصد صد به صورت کس نوشته کنیم خب 8 فیصد چقا 8 فیصد 8000 چی هست؟ از صد فیصد هست دیگه پس 8000 رو باید پیش از چی نوشته کنم پیش از نوشته کنم و چی میشه اش فیصدش X میشه یک تا مستقیم است میکنیم ولی کنیم چی میشه این میتونیم. دینه X ضرب در میشه X در پس میشه یکصد اکس است با دهی بر چی میشه عشت زب داره عشت هزار پس عشت زب داره عشت هزار صحیست خب میتونم اطراف یک معادله میشه اطراف تقسیم بر یکصد کنیم که ذریب اکس خلاص شوید اطراف تقسیم بر یکصد ای برم تقسیم بر یکصد اینی یکصد که از یکصد خلاص پس اکس ما و شما چند میشه این میتونیم دو صفر از که دو صفر از خلاص کنیم حالا زرق مخرج یک از که لازم نیست نوشته کنیم اما 88 64 یک تا صفر هم داره صحیح است پس میشه 64 یک تا صفر هم داره چند که چند میشه 640 افغانی میشه پس تخفیفی که به ما و شما داده دکاندار 640 افغانی است که به ما داده تخفیف به ما و شما داده 8300 چند میشه 640 افغانی حالا پیسی که ما شما باید پرداخت کنیم باید چی کنیم باید 8000 8000 هزار افغانی که قیمت بویلر است سیف منفی 640 افغانی بکنیم سیف جواب چند میشه 640 <تصفح> افغانی کم شود میشه 300 و میشه 7000 و افغانی سیف بله 360 افغانی پس پیسه که ما شما باید پرداخت کنیم اینی میشه 7000 و 360 افغانی سیف چون کدوزی میشه 8000 دیگه نه 46 سیف پس چی میشه 7360 افغانی ما و شما با چی کنیم پیسه بتیم تا او بایلر بتانیم بخریم با 8 فیصد تخفیف صحیح شد دیگه پس ما میدید رقم است تخفیف پس چی است شاگرده عزیز تخفیف امون پیسی که دکاندار با ما و شما مراد میکنه کم میکنه صحیح از قیمت اصلی با اون میگم تخفیف و او تخفیف معمولا بر اساس فیصد نوشته میکنیم 8 فیصد 10 فیصد 2 فیصد 50 فیصد بعضی وقتا میگیم 50 فیصد تخفیف دارد صحیح پس فاملی چرا شد و او از یک تا چه یک تا تناسب مستقیم است و میتونیم چی کنیم حساب کنیم پس چی شد تخفیف خب شاگردای عزیز و گرامی پس تخفیف ما و شما خواندیم یا تخفیف گفتیم یا دیسکاونت براش میگیم سیست پس من تیک مارک میکنم پس تخفیف خلاص شد خواندیم ما و شما و یک تا مثال هم کار کردیم اما بحث بعدی ما و شما چی است ربح ساده و ربح مرکب شما شاید چنیده باشین که پیس خود در بانک بانین براتان چی بته مفاد بتنه اما مفاد بهش میگیم ربح ربح ساده و مرکب ربح ساده و مرکب به چه شکل است ربح ساده خوب مشخص است با نام مثال شما یک مقدار پیسه دارید یا سرمایه دارید در دا بانک میمانید سازی؟ و شما کمی مفاد می‌کنیم که چند مثلا ۸۵ مفاد بر شما داده میشه. سازی؟ خب و با چه میشه رپ فاده؟ می‌تونیم در یک سال باند پاییز خوده بعدی یک سال بگی بکشن پاییز تونه ۸۵ دم به پاییز تونه اضافه میشه ۸۵ دو سوم میکنیم و با چه میکنیم جمع میکنیم و می‌ده که کجای میشه؟ سازی؟ و میشه چی؟ این میشه رپ ساده. اما رپ مركب چه شکل است؟ رپ مركب چه شکل است؟ توم باند مثال شما یک مقدار پاییز دارید او را در بانک میمانید مفادش چی شد سر سال خلاص مفادش برد میایه دیگه نه باز اون مفادش هم باید پیسه اصلی میمانید میگه باز در مفاد باند سایست پس مفادی که سال اول به تو میته امور را روی پیسه اصلی میمانید و دوباره به منفاد میمانید میگه دوباره از این پیسه من مفادش بیشتر شد و باز سال دوم مفادش میمانید باز دوباره در سرمایه خود میمانید میگه مفادش حساب کو تا چند سال سه سال چهار سال پنج سال پس این میشه ربح مرکب صحیح پس ساده در یک سال حساب میشه و چی است اما پیسه اولی تو دیگه تغییر نمیکنه پیسه خود ماندی مفاد چه میگیری صحیح است میشه ساده اگر تو مفاد خود بالای با چی کنی اما پیسه سرمایه از اولی خود اضافه کنی و دوباره به با مفاد بانی این میشه ربع مرکب صحیح پس بریم سر تخته ما از هر کدام ربع ساده و مرکب بر یک مثال حل میکنم و دریافت میکنم که چه خمیشه میشه. است پس بریم سر تخته یک تا مثال از ربع ساده و ربع مرکب برات میزنم اول ربع ساده پس ربه ساده ربه ساده گفتیم که چی است ربه ساده فروش به این دریافت میشه ربه ساده مساوی است با میشه سرمایه که ما و شما داریم سیست زب داره چی؟ زب در مدت زمان که معمولا بر اصبی چی بر سال است. یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال چند سال میمانی سایست و زب داره چی؟ زب در نرخ ریب که نرخ معمولا به به فیصد به ما و شما میگه 8 فیصد، 10 فیصد، دو فیصد پس یه عرصه ما در هم اگه ضرب کنیم اما ریب ساده دریافت میشه چرا هم دیگه پس فرمول ریب ساده به این شکل هست. سرمایه ما و شما داریم زب در مدت زمان مدت چی است؟ یک سال، دو سال به سال است. و اون نرخ زب در چی نرخ نرخ ما با فیصد است میگه فیصد به مثال صحیح فهمید دیگه پس میشه چی نه چی میشه جواب از این ضرب کنیم میشه چی ربح ساده به عنوان مثال ما و شما چی پیسه داریم به سال چند 15000 افغانی پیسه داریم صحیح 15000 افغانی رو میریم در بانک میمونیم در بانک میمونیم و ربح ساده شما هم دریافت کنیم گفتیم در یک سال مدت ما پس میشه یک صحیح و سرمایه ما 15 هزار افغانی است نرخ رپ هم با ما چند داده گفته چند مثلا 10 فیصد با شما چی میتیم رپ بر شما میتیم مفاد میدیم سیست پس یه ارسل گفته که حالا دریافت کو پس 15 هزار افغانی سرمایه ما و شما چی میشه سرمایه ما و شما 15 هزار افغانی سیست مدت ما و شما چند است؟ یک سال است بنوان مثال یک سال سیست و نرخ رپ ما و شما چند است به ما گفته ده فیصد حالا گفته رپ حساب کو چقدر به ما و شما مفاد میرسه بعد بعد آخر سال که میشه رپ ما و شما چه مفاد ما و شما چقدر میشه خب به این شکل دریافت میکنیم پس فرمول نرخ رپ چی بود رپ ساده فرمولش به این شکل سرمایه زب در مدت زب داره نرخ اما رپ که به ما نرخ مفادی که به ما و شما, با شما میته بانک پس بریم دریافت میکنیم پس رپ ما و شما چند چقدر میشه دریافت میکنیم سرمایه ما شما چقدر 500هزار روخواست پس 500 هزار ضبط مدت ما شما چهخص یک سال ضبط داره یک ضبط داره و نرخ ما شما چقدر ده ۰صد خود بانک به با ما گفته 10 فیصد رو به شک نوشتنا میکنیم ده فیصد پس فیصد رو به شکل کف رو نوشتن میکنیم ده بر 15 30۵ فیصد باشه 50 برصد ۲ ۲صد ۲۰ برصد نوشتهن حالا باید بریم دریافت کنیم خود درف کنیم چند میشه به شکل انجام بدیم این یک تا صفر کدیز خلاص میکنم یک تا صفر از اینم کدیز خلاص میکنم پس مخرج ما و شما یک هست. که نیاز نیست نوشته کنیم فقط ضرب کنیم یک ضرب در یک چند میشه یک میشه یک ضرب در یک چی میشه 1500 میشه پس میشه 1500 افغانی سیست پس رپ ما و شما چقدر میشه مفاد ما و شما بعد یک سال 1500 افغانی میشه ده, ده فیصد سیس اگر نرخ ما شما باشه 15 فیصد باید در چی کنی با ضرب کن جوابش بکشه چند نشه پس این فرمول چی است فرمول ربح ساده اون مفادی که ما و شما دریافت میکنیم پس چی است فرمول ربح ساده مفادی است با سرمایه که ما و شما داریم ضرب در مدت زمان بر حسب سال است بر حسب سال باید حساب کنی اگر به شما بگه بر حسب ماه بده تو باید بر حسب سال حساب کنی ها با عنوان مثال سوال به شما میگه که 15 هزار افغانی نه سیس در چند شش ماه میمانیم در بر... ما بر داده شش ماه تو باید چه کنی به با سال تبدیل کنی شش ماه رو نویشه میکنی شش بر دوازده چون هر سال دوازده ماه است پس شش بر دوازده به جای مدت تو شش بر دوازده که اختصار کنی یک بر دو میشه سایست. فامیل چه رقم پس دقت کنید ها شاگرد عزیز مدت ماهش بر حسب سال است اگر بر حسب ماه بتا تو اون عدد رو باید در تقسیم بر دوازده کنید چون بر حسب چی شوا سال شوا. پس یا اگر شش ماه باشه شش بر دوازده رو باید به جای یک نوشته کنید، والا ما شما یک سال هست اگر بگه شش ماه نوشته میکنید به جای یک نوشته شش بر دوازده سیست و بعد چی میکنی ضرب میکنید، دریافت میشه و نرخ هم که به ما شما خودش میگه دیگه 8 درصد از 10 درصد از 2 درصد هر چقدر باشه میتونیم چی دریافت کنیم سیست خب پس چی شد شاگرد عزیز این ساده یک تا مثال کار کردیم یک تا مثال از رپه مرکبم ما کار کنم تختر پاک میکنم یک تا مثال از نرخ از ربح مرکب کار میکنم و درس ما شما چی میشه امروز خلاص میشه پس من تختر پاک کنم خب شاگرد عزیز یک تا مثال از نرخ از ربح مرکب کار میکنیم سیست پس رپه مرکب بود من نوشته کنم ربح مرکب گفتیم که رپه مرکب به این شکل است که ما و شما چه میکنیم یک پیسه داریم یک سرمایه داریم میریم در دا بانک میمانیم و مفادش رو میگیریم مفادش رو باز میگیم میمانیم روی سرمایه دوباره میگیم باز دوباره به با مفاد باز مفادش خود ما نمیگیریم باز روی سرمایه اولیه میمانیم صحیح و دوباره رو به مفاد میمانیم و چند سال تکرار میشه هر چند سال باشه ده سال باشه پنج سال باشه سه سال باشه فرقی نمیکنه اما فرمول رپ مرکب چی رقم است فرمول رپ ساده رو خب فهمیدیم دیگه چی بود سرمایه ضرب در سال ام مدت که به حسب سال است و داره چه؟ چی ضرب در نرخ ربح رب نرخ گفتیم به فیصد به ما و شما میده صحیح اما رف مرکب رف مرکب فرمولش به این شکل است پی مساوی با ای ضرب یک جمع آر کلا به توان این سهست؟ اما معنیش چی است یا چی است من نوشتن میکنم برید این پی چی است این سرمایه سرمایه جدید و مفادش است سرمایه جدیدی که ما و شما داریم پیسه جدیدی که میگیریم صحیح من مفاده با و مفادی که به ما شما داده میشه ای چی هست سرمایه یا پیسه اولیه ما و شما هست اون پیسه ای که ما و شما اول میمانیم دیگه نه پانزه هزار است بیس هزار است یک میلیون است فرق نمیکنه. خب یک یک است مشخص اما این آر چی هست آر نرخ رب هست نرخ بر حسب فیصد صحیح شد پس نرخ بر حسب فیصد آر میشه چی نرخ و ای این که دایی ای توان چی است؟ این مدت است مدت بر حسب سال است فکرت باشه و گفتیم به ماه بده باید دور تقسیم به دوازه کنی تا به سال تبدیل شود پس این فرمول چی است؟ ربح مرکب پس سرمایه جدید یا همو پیسه ما با مفادش کلش که آخر ما با شما میتب ما شما میشه ای ای چی سرمایه اولیه زب در یک جمع آر آر چی است نرخ حسب نرخ رپ حسب چی است حسب فیصد کل به توان این. این هم چی است؟ مدت بر سال است یک تا مثال کار میکنیم به عنوان مثال به مثال اما پانزه هزار افغانی که ما و شما ماندیم سیست؟ پانزه هزار افغانی رو ما و شما ماندیم نرخ ما هم. چند بود؟ ده فیصد مثال کار کردیم رپ ساده دیگه رو مراکبش میکنیم خب ده فیصد به ما و شما چی میتن؟ نرخ رپ ما شماست هزار داریم مدتش میکنیم چند؟ سه سال و مفادش دیگه خود نمیگیریم مفادش میمانیم روی سرمایه و دوباره ما مفاد میمانیم. این میگیم چی ربح مرکب پس چی است سرمایه ما و شما چقدر است سرمایه ما و شما بود پانزه هزار افغانی سیست پانزده هزار افغانی خب نرخ ربح ما و شما چند بود نرخ بود ده فیصد و مدت ما و شما چند شد مدت ما و شما شد سه سال گفتیم در سه سال سیست حالا بریم چی میکنیم دریافت کنیم پس پی ما و شما به شک میشه پی مسایست سرمایه جدید که ما و شما داریم سرمایه اولیه سرمایه اولیه ما و شما چند است 15000 پس 15000 ذابل در یک جمع اور یک خو یک است. جمع اور چی است اور ما و شما 10 درصد افت نرخ افت نرخ بود نرخه خرید برابر 100 پس میشه 10 درصد گفتیم 100 به شکل چی نوشتن میکنیم کسنی نوشتن میکنیم یک درصد صحیح است کل به توان چند کل به توان مدت مدت ما شما بر حسب سال است چند سال است سه سال کل به توان سه خب بتونیم بهش انجام بدیم این در حقیقت یک تا صفر اختصار کنه این یک تا صفر به صفر صفر یک بر ده میشه صحیح اول باید چه داخل قوس انجام بده بعد مرهب. توان انجام بده بعد ضرب انجام بده فکسون باشد اولویت چی است اول داخل قوس است نه و بعد از توان است و بعد از چی است ضرب است پس چی میکنیم میره پس یک جمع یک برده یک برده یک جمع یک برده میشه یک اشار یک سیست پس این مسایی با این میشه پانزه هزار در یک اشاره یک به توان سه باید اون دریافت کنیم پس یک اشار یک ما اگر چون یک برده میشه یک, یک برده میشه صفر یک کرد یک جمع کو یک اشار یک میشه پس یک اشار یک به توان سه این یعنی سه بار در خودش باید ضرب کنیم پس ما ضرب میکنم تا اینجا میکنم و پاک میکنم یک اشاره یک به سه. یعنی سه بار در ضرب شود پس ضرب در یک یک ضرب یک یک میشه نگاه دو بار که کنم نمیکنیم در آخر اشاره نه 11 ضرب در 11 121 میشه دو رقم اشاره یک, اشاره یک میشه صحیح پس من یک ضرب 11 باید بسازم پس 121 ضرب در 11 اگر بسازم 1 2 یک صفر میمونیم یک, 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 دو دو یک, یک, یک. یک میشه یک 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 دو دو یک یک. 3 یک سایست. چند چانه قماشور در دو رقم 3 را یک دسته میشه یک اشاری 331. صحیح؟ رفت چه میشه؟ پس میشه 15 هزار جذب در چند 1.331 331 331 باید دریافت کنیم. 15 هزار یک در 1.331 دریافت کنیم چه میشه؟ میشه سرمایه جدید ما با مفاد موشن 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 ما میشه ما شما میشه. خب پس می پاک کنم. پس ما 15000 رو ضرب در یک اشار 331 میکنیم صحیح پس ضرب کنیم چه میکنیم ما میتونیم یعنی 15 ضرب در باید بسازیم دیگه نه یک دو سه رقم اینجا سه رقم صرف دارد میتون خلاص شد پس 15 ضرب در 1331 کنم پس ما در اینجا که ضرب کنم 1331 ضرب در 15 بسازو 515 صحیح 535 515 16 صحیح 515 6 اکتا صرف میمانیم یک 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 سه سه. یک سه سه یک 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 پس میشه پنج شش نو نو یک صحیست؟ چند رخمه اشاره دارد؟ خب همون میشه سه رقم اشاره ولی با سه تا صفر دارد خلاص میشه پس میشه 19965 پس جواب آخر ما و شما چند میشه؟ پنج صحیست؟ پس پنج افغانی سرمایه ما و شما میشه این میشه چی؟ سرمایه جدید ما شما با مفادی که به ما و شما داده میشه بعد چند سال بعد سه سال سه پسی پس چی شد فرمول ربه مرکب سرمایه جدیدی که ما و شما داریم با مفادی که به ما و شما میده با سرمایه اولیه ضرب در یک جمع آر آر چی است آر ما شما نرخ رپ هست بر حسب فیصد کل به توان ان ان چی است مدت بر حسب سال خب مثال سرمایه اولی ما شما 15000 افغانی باشد نرخش چی است 10 درصد مدت چند گفته سه سال میمانم خب پس پی مساوی است 15000 زبدر در یک جمع 10 درصد دای بر صد نشتا یا یک بردن میتونیم اختصار کنیم کل به توان 3 توان 3 چی است مدت ما 3 سال است دیگه پس 15000 یک جمع یک بر میشه 1.1 به 3 یک 1.1 به 3 رساندیم چند شدی؟ شد شد 1.331 ضرب در 15000 کردیم شد 19965 افغانی پس 15000 ما بانیم. بعد 3 سال 19965 افغانی به ما و شما میشه پس رپ ساده و مرکب کار کردیم از هر یک مثال هم کار کردیم صحیح پس من اینو تیک مارک میکنم پس رپ ساده و مرکبم خلاص شد اما بحث شیرین کار خانگی کار خانگی چی هست؟ تمرین های صفحه 60 و 62 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از چه طریق از طریق واتس اپ در نمبر چی نمبر 20964780255413 اگر کدام سوالی هم دارد میتونید با ما شریک بسازید خب شاگرده عزیز و گرامی پایان فصل دوم فصل دوم ما و شما خلاص میشه ان در درس بعد فصل سوم ما و شما شروع میکنیم سعی است خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم